هدفمنده و در رابطه با اون چیزی که هدفه خودش رو دیولوپ میکنه. چیزهایی که از بای پروداکت تکنولوژی هستن، یعنی محصولات تکنولوژی هستن، جاده ها، پل ها، سد ها، جاهایی که به اصطلاح ابزار دفاعی به وجود میارن، ساختمان ها و کارخونه هایی که این ابزار تکنولوژی درش تولید میشه. بنابراین اینطوری نیست که برای یه دونه این چیزی که تو دست ما هست ما فقط با این ارتباط داریم. این خودش شیوه زندگی و زیست ما رو تغییر میده. بنابراین ما برای تکنولوژی این معنی رو قبول میکنیم، عبارتند از تمام ابزار و وسائل قابل رویت به اصطلاح مادی که برای هدف خاصی ساخته شدند و علاوه بر اینکه اون هدف رو برآورده میکنن، همزمان به شیوه های دیگری در مدل زندگی ما تأثیر میگذارن. تعریف ما از تکنولوژی پس این شد. حالا مجبوریم که تعریف خودمونو از چینج، گفتیم تکنولوژی زندگی ما رو عوض میکنه، سوشال چینج به وجود میاره، حالا مجبوریم که تعریف خودمونو از چینج هم بگیم. What is social change? Social change در نظریه تئوری ما عبارتند از refers to change in the pattern of behavior. دقت کنید ما چرا ساده زیستی رو داریم به اینجا ربط میدیم. Change refers to the changes in the patterns of recurrent behavior in human social interaction. یعنی ما تغییر اون چیزیه که الگوهای رفتاری رو به وجود میاره که این الگوهای رفتاری در بدبستانهای ارتباطی ما ظاهر میشن. ما این از کجا میتونیم بفهمیم؟ شما همین هموطنان عزیزمونو که از ایران میان اینجا، شما 30 سال اینجایی، یه نفر 6 ماه از ایران میاد اینجا، تغییراتی که بین خودت و اونا میبینی همش کالچورال چینج نیست، یعنی نظام ارزشی ما ضرورتاً با اونا ممکنه خیلی فرق نکرده، اما پترن های رفتاری فرق کرد. خب مثلا میخوام نمونه های واقعی فرض کنید. دختر خاله من آمده مهمون خونه من، از ایرانم اومده، نه ایمده بلا، من دارم مثال میزنم، آمده خونه من و مهمون اومده اونجا. بعد من 2 روز میرم لس آنجلس، برمیگردم میبینم که این قفسه لباس من تو اتاق خوابم ارگانایز کرده. چرا بده؟ اوکی. حالا اگه قبلش پرسیده باشه خب حالا خیلی یا حالا میریم جلوتر. یخچال شما رو تمیز کرده و به نظرش رسیده یه مش چیزای بیخودی تو یخچال هست، اینا رو برداشته همه رو ریخته دور. بعد در ضمن این چیزای بیخودی مثلا ممکنه عرق نعنای شما را بسرد، عرق نعنای من هم ریخته، نه اونو دور نمیشه، اونو حتما خورده، ولیکن
برگردم به این مسئله که اون برخورد اولیه من که وقتی میرم تو اتاق خوابم و امیدم این بوده که در غیاب من دختر خاله من وارد اتاق خواب من نشه. حالا این آداب و اصول من از کجا یاد گرفتم؟ از اون سوشال چنجی که اولا هر آدم اتاق خواب داره و الا در 15 نفر توی یه اتاق لحاف مینداختن میخوابیدن، برای دنیایی که هنوز اینقدر پیچیده نشده بود. بنابراین من این آداب و اصول رو که بیهیویر پترنش عوض شده از اینجا یاد گرفتم که اولا هر کی یه اتاق خواب داره، در ثانی کلازت هر کی پرایویت. از اون گذشته ما یه لغتی پیدا کردیم به نام اینتروسیو، فضول، که آخه در غیاب من مثلا تو چجوری فضولی کردی رفتی تو اتاق من، رفتی تو کلازت من. حالا اینو اینجا داشته باش، از اون دختر خاله تو اتاق دیگه مصاحبه کن، بگو که خب چیکار کردی تو این دو روز که دختر خالت نبود؟ میگه از بیکاری داشتم دیوونه میشدم، هی این کارو کردم، اتو کردم دیدم تموم نشد، این باغچه آب دادم دیدم تموم نشد، بعد دیگه رفتم دیدم این بنده خودم که اینقدر کار میکنه سرش گرفته، رفتم دیدم کلازت چه کلازت شیشتا رو هم سواره. بعد اینا رو منظم کردم و اینا، گفتم یه کار کوچولو، یه خدمت کوچولویی از دستم برمیاد. حالا این دوتا آدم، این آدمی که اینجا اومده اینجوری شده با اون آدمی که داره اینقدر سینسیرلی میگه که من چی کار کردم، این دوتا آدم هر دوشون فارسی حرف میزنن، هر دو هم تو متولد ایران هم، هر دو هم تو یه گروه سنی هستن. What happened تو این دوتا کله؟ اوکی، بفرم. این پترن آف بیهیویوره، بفرم. ببخشید. بله. حالا میخوام بگم که اون باندری چیه؟ میخوام که تکنولوژی همراه با خودش گفتیم سوشال چنج میاره. سوشال چنج اون وقت کالچورال به اصطلاح چنج میاره. بنابراین ما الان علت این که آمریکا، مردم آمریکا بالاترین پراکسیمیتی رو بین خودشون دارن. یعنی چی؟ یعنی شما، من به عنوان روانشناس تو آفیسم صندلیایی که کنار هم میذارم باید یه فاصله داشته باشه تا کسی که میاد میشینه، نفر بعدی بغل دستش میاد میشینه، حس نکنه که به هم چسبیدیم. آمریکایی‌ها بالاترین میزان پراکسیمیتی رو در دنیا دارن، بعد از آمریکایی‌ها کانادایی‌ها هستن، بعد از اونها انگلیس‌ها. به این معنا که فاصله ای که بین من و تو باشه که من فکر نکنم تو چسبیدی به من و نفسم داره میگیره، برای مردم آمریکا بیشتر از همه جای دنیاست. حالا چرا؟ چرا؟ برای اینکه یه سرزمین فراخ بوده. چرا؟ به دلیل اینکه این جاده های عریض و طویل رو داره. چرا؟ شما، من تو انگلستان تو این کوچه های خیابون های انگلستان دوستان وقتی رانندگی میکنن همش اینجوری هم، به دلیل اینکه we get used to what we do. بنابراین حالا این مسئله رو باز دختر خاله ها و پسر خاله هایی که از ایران میان این مسئله رو اینقدر نمیدونن. شما میری معمولا میری مثلا روی مبلی میشینی که اگه سه نفر است دو نفر روش میشینن، نه پنج نفر. ولی این دوستان ما که به این فاصله معتاد نیستن، به اینقدر فاصله معتاد نیستن و کنکشن قلبشون رو نمیگیره، اینا یا پنج نفر میان روی مبل میشینن. و برای ماها، یعنی من